السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت تمام خواهران و برادران مسلمانم. موضوع را که ما امروز میخواییم سر از او صحبت کنم در مورد وسیله مشروع و وسیله غیر مشروع میباشد. در جامعه ما به خاطر برآورده شدن حاجاتشان در جستجوی وسیله و یا اسباب هستند که آن اسباب یا وسیله را نزد الله سبحانه و تعالی پیش کنند که مردم ما به سر نافهمی و وسیله غیر مشروع دست میزنند. به طور مثال بعضی از وطندارای ما، بعضی از مردم ما به خاطر حل مشکلاتشان و یا حاجاتشان به زیارت قبرها می روند. وقتی که در زیارت قبرها می روند، مردم ما به دو گروه تقسیم شده. یک گروه مردم ما وقتی که در زیارت قبرها یا برای قبرها می روند، از قبر حاجت خدا می طلبند، مشکلات خدا می طلبند، یا میگن قبر که تو بر ما طفل بده، بخت ما را باز کن، مثلا مرا در امتحان کامیاب کن، مشکلات که دارن او حاجت خدا اینا از قبر میطلبند و یا میشن مشرک. و یک تعداد از مردم ما وقتی که بالای قبر میرن یا را که میگی ای خواهر یا ای برادر تو چرا بالای از قبر آمدی، قبر خو بر تو چیزی داده نمیتواند، این میگن نه خیر من از قبر چیزی نمیطلبم، این قبرها که هستن مرده هایی که در قبر هستن یا اشخاص نیک هستن پیش پروردگار، ما ای را وسیله پیش میکنیم به پروردگار تا خداوند به خاطر از یا به روی از یا حاجت ما را یا مشکل ما را حل بسازه. پس این وسیله وسیله غیر مشروع می باشد. شما فکر کنین فرق بین ما و بین مشرکین در چی است؟ در این است که ما و شما الله را بر همه کار ما حاضر، ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر. فقط کی را می دانیم؟ الله سبحانه و تعالی را می دانیم و الله هم است. اما مشرکین چی می کنن؟ ای صفات پروردگار که داره، صفات حاضر، ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، این صفات پروردگار را می گیرن به مخلوق پروردگار می دهن. مثلا اگر مشرکین پرسان کنی بگوی زمین آسمان کی پیدا کرده، میگه خداوند پیدا کرده، ولی چی میکنن؟ گاو پرستش میکنن. اگر بگوی گاو چرا پرستش میکنی، آیا ای گاو توبه نعوذ بالله خداوند است، میگن نه خیر ما ایره به خاطر پرستش میکنیم که گاو مهربان است، از شیرش استفاده میکنیم، از پوستش، از استخوانش، از سرگینش و ای توقع تشکری هم از ما نداره. پس چی میکنن؟ صفت پروردگاره با مخلوق از او میتن. پس در این صورت یا مشرک میشوند و همچنان ما و شما صاحب خیر شر الله سبحانه و تعالی را میدانیم، چرا که ما ایمان داریم که خیر شر از جانب پروردگار است. اگر تمام دنیا بخواید به تو خیر برساند، اگر خداوند نخواهد نمیتواند. اگر تمام دنیا بخواید به تو ضرر برساند یا شر برساند، اگر الله نخواهد هیچ کس نمیتواند به تو ضرر برساند. پس این مشرکین که هستن شر و خیر شر از مخلوق الله میبینن. مثلا اگر گاو پرستش میکنن به او خاطر، اگر ما را پرستش میکنن بگو چرا ما را پرستش میکنی، میگه ایرا ما پرستش میکنیم، به این شیر میتیم، غذا میتیم تا که به ما ضرر نرساند. به این خاطر یا مالک شر مخلوق الله را میدانند، پس به این خاطر یا مشرک میشن. پس به ما و شما لازم نیست که ما کسی یا وسیله غیر مشروع را نزد پروردگار پیش کنیم، برعکس ما و شما وسیله مشروع را میتونیم نزد پروردگار پیش کنیم. به طور مثال ما نماز بخوانیم، تلاوت کنیم، صدقه جاریه داشته باشیم، کارهای عام المنفعه کنیم و یا این که مکتب بسازیم، مسجد بسازیم یا کس را کمک میکنیم، تمام از این کارها را انجام میتیم، یا وسیله مشروع است. ما به پروردگار دعا میکنیم یا رب العالمین من این نماز را که خواندم اگر مورد قبول تو قرار شدم، من امیر بر تو وسیله پیش میکنم، مشکل ما حل کن، برام اولاد بده، برام بخت ما واسه که، یا هر خواهشی که داریم فقط این از خود الله سبحانه و تعالی بخواهی، نه از بنده های الله سبحانه و تعالی. و دیگه این که خداوند به اسما و صفات به نام های نیکویش یاد کنین، چرا که خداوند 99 نام نیکوست، به اون نام ها یاد کنین و دعا کنین، بدون شک دعای شما قبول میشه و این وسایل وسایل مشروع که ما نزد پروردگاری را میتوانیم پیش کنیم. و بعضی ها عادت دارن میگن به حرمت فلان پیر یا به حرمت فلان شخص خداوند تو مشکل ما را حل کن، که ایام وسیله نامشروع و وسیله غیر مشروع می باشه، چرا که تو چه خبر داری فلان شخص یا فلان نفر
چی حرمت داره که تو را پیش میکنی و میخوای وسیله قرار بدی. برعکس ما میتوانیم با یک وسیله مشروع دیگه مثلا از بنده های خداوند طلب دعا کنیم. میخوام که یک شخص متقیس با تقواست از او خواهش میکنیم، میگم تو یک شخص خوب هستی، ما یک مشکل دارم، پیش خداوند دعا کن، چرا که دعای مؤمن در حق مؤمن قبول میشه، خداوند پاک این مشکل ما را حل کنه، چرا که خود خداوند پاک در سوره مائده در آیت 35 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید و به او وسیله جویید و در راه او جهاد کنید باشد رستگار شوید. پس در اینجا هدف از وسیله مشروع است که ما باید یک وسیله مشروع، وسیله که به پروردگار پیش میکنیم، وسیله مشروع باشد نه وسیله غیر مشروع. چنانچه همچنان شاعر در این باره میفرماید هر کی منظور خود از غیر خدا میخواهد چون گدایی است که عاجت ز گدا میخواهد هر چه خواهی از خدا خواهی پسر نیست بر دست خلایق خیر شر. و همچنان ابن قیم رحمت الله علیه میفرماید ذلیل ترین مردم کسی است که به غیر از الله وابسته باشد. پس بیاین ما همیشه وسیله های مشروع را پیش الله پیش کنیم تا که دعای ما قبول شود و هر حاجتی که داریم خداوند پاک او را قبول بگرداند، نه اینکه ما با وسایل غیر مشروع دست بزنیم ناگهانه خدای نخواسته در شرک گرفتار شویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.